چرم نکشیدم. بینندگان عزیز، دوباره پنجشنبه شد، اومدم به منزل شما. خیلی خوشحالم از این موضوع، ایشالله شما هم خوشحال باشین. از هفته پیش دخترم بود تو برنامه، خیلی ها تلفن کردن و گفتن این خانم، خیلی تعریف کردن اینا. من یادم رفت بگیم که دخترم پدرش امریکاییه، واسه اینکه فارسیش ضعیف بود، ولی خدا رحمت کنه مامان من باعث شد که میامد امریکا پیش من بود همیشه و به بچه های من فارسی یاد داد که ازش خیلی ممنون هستم. ایشالله تو اون خود تو اون دنیاست، خدا رحمتش بکنه. و خوشحالم از اینکه دعوت منو قبول کردین. خانم افروز، ایشون هم سایکولوژیست هستن، همکار هستیم با هم، دعوت کردم ایشون هم بیان و خیلی خوشحالم از اومدنتون. دیگه چی میگن، ریش و قیچی رو میدم دست شما خودتون، راجع به خانه فامیلی چیلدرن تراپیست هر چی دوست دارین صحبت کنین. دیگه لابلاش منم ممکنه تو حاشیه چیزی بگم. متشکرم، محبت کردید که من دعوت کردید، تشکر میکنم از شما و درود به شما عزیزانی که امروز بیننده برنامه ما هستید. امروز دوست دارم با شما در رابطه با چند نکته بسیار مهم و حائز اهمیت که در رابطه با مسائل استرس و استرابایی که تو خانواده های ایرانی به خصوص هست و مسائلی که در طولانی مدت منجر به افسردگی ها میشه صحبت بکنم. باز هم تقاضا میکنم به نکاتی که میگم توجه بفرمایید. اگر مورد قبول شما هست، اگر شما هم به چیزی که من میگم واقف هستید، اعتقاد دارید، خواهش میکنم اون رو عملی بکنید. ما میدونیم که در زندگی ماشینی و مدرن کنونی متاسفانه درصد افسردگی ها، استرس ها نه تنها کمتر نشده بلکه بسیار بالا رفته. نکاتی رو که امروز میخوام خدمتتون بگم که چرا این استرس ها و این ناراحتی ها به وجود میاد و چجوری میتونیم جلوی اونها رو بگیریم براتون باز میکنم، میشکافم، که مهمترین پونتش اینه که اشاره میکنم به ما ایرانی ها اعتقادات بسیار قشنگی داریم. به عنوان مثال ما خیلی اوقات عنوان میکنیم که هممون معتقدیم به پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. ولی اون چیزی که در زبون میگیم و بهش هم اعتقاد داریم، توی عمل اون رو پیاده متاسفانه نمی کنیم، حالا به هر دلیل خوب و بدی که هر شخص خودش میدونه. و من فکر میکنم یکی از مهمترین پونت ها همین هستش که اگر ما به اون چیزی که فکر میکنیم معتقد باشیم و تو عمل هم اون رو پیاده بکنیم، باعث میشه که ما ناراحتی های روحی وجدانی نگیریم. چرا؟ چون میبینیم اعتقادمون چیز دیگه است ولی تو عمل چیز دیگه داریم پیاده میکنیم، پس این اشتباه است. این میتونه در طولانی مدت روح ما رو خسته بکنه. چرا؟ چون چیزی که فکر میکنیم و چیزی که عمل میکنیم دوتاست. میتونه در طولانی مدت فشارهای روحی باعث استرس، استراب و افسردگی ها بشه. تقاضای من اینه اگر معتقد به چیزی هستید، اون رو، اون چیزی که تو فکرتون هست، تو عمل هم اون رو پیاده بکنید. این یک. دومین چیز که میخوام خواهش بکنم، در خانواده های ایرانی که خب میدونید همتون ما فرهنگ کهنسال بسیار قشنگی رو داریم، ما توی خانواده بسیار بسیار کم مشورت میکنیم با هم. تقاضای من اینه از خانواده های ایرانی که خانم و همسرشون با بچه هاشون هیچ گونه اشکالی نداره که هفته یک بار به طور جدی بشینن و کمیسیون رو تشکیل بدن، یعنی راجع به همه مسائل با هم بدبستان بکنن و مشورت بکنن. در اثر مشورت تو خانواده های کوچک و بزرگ ایرانی باعث میشه که این عزیزان بتونن از دل هم آگاه بشن و برای هم باشن، همدیگر رو ساپورت بکنن و بتونن که جلوی ناراحتی‌ها و مشکلات رو
در زمانی که کوچیک هست بگیرن. تقاضای سوم من اینه که یکی از مسائلی که باعث میشه خانواده‌های ایرانی به خصوص در خارج از ایران، خب الان خیلی همون پراکنده هستیم در اقصی نقاط دنیا، یکی از مسائلی که باعث میشه که افسردگی، ناراحتی، رنجش پیش بیاد در سنین مختلف، خانم‌ها آقایانی که سنشون بالاست در خارج از ایران هستن یا جوان‌ها، این هستش که تنها و تنهایی اونا رو عذاب میده، رنج میده. برای اینکه تنها نباشیم توی این غربت، مهمترین پوینت اینه که رسپکت برای هم قائل بشیم، توقعاتمون رو از هم کم بکنیم. چرا؟ چون ما جسمامون رو به خارج از ایران آوردیم ولی سعی میکنیم از نظر روحی همون فرهنگ و همون ضوابطی که در ایران هست اینجا پیاده بکنیم، در حالی که میدونید این از نظر عقلانی خیلی مشکل هستش که آدم بیاد. خب موقعیت فرهنگی اجتماعی ایران با موقعیت که در اروپا یا امریکا هست بسیار متفاوته. بله. یعنی اگر جسم ما اومده، از نظر روحی هم باید بدونیم توی کشور دموکراسی اگر ما میدونیم که بایستی یک موقعیت هایی رو به همسرمون، حالا میخواد خانم باشه، آقا باشه، یا به بچه همون بدیم، اون رو واقعا رعایت بکنیم، قائل بشیم و این شانس رو به اونا بدیم. منظور من اینه که زمانی که ما خارج از ایران میان بتونیم افکارمون رو هم با اون کشوری که درش هستیم تطابق بدیم. این مسئله دیگه ای که خواستم ذکر بکنم براتون، مسئله مهم دیگه اینه که در خیلی از خانواده ها، متاسفانه شاید در خانواده های ایرانی، اکثرا مادرها و پدرها روی بچه هاشون خیلی تبعیض قائل میشن. به عنوان مثال خیلی از خانواده ها هستن که مادر و پدر تاکید میکنن که پسرم پسرم پسرم، یعنی آغوش باز برای پسره، مهر و محبت و نوازش برای پسره. و در خیلی از خانواده های دیگه هم هست که مادر یا پدر تاکید میکنه رو فرزند اول یا رو فرزند آخر تحت آغاریه. و زمانی که مهر و محبت و توجه روی یک بچه پیاده میشه، بدون اینکه بخوان دقت بکنن روی اینکه بچه های دیگه ای که تو اون آشیونه نظارگر این قضیه هستن چقدر میتونن زایه بشن، چقدر میتونن صدمه ببینن، چقدر میتونن در دلشون از مادر یا پدر یا عمه خاله دایی گله‌مند بشن که چرا همیشه توجه و محبت شما شامل حال این پسر یا بچه اول میشه و روح اون خدشه‌دار میشه. خیلی اتفاقا دست گذاشتین روی موضوعی که یکی از سایکولوژیست‌های معروف که تو استاد توی کتابم نوشته، توی درس‌های سایکولوژی ما میخوندیم، به نام آلفرد ادلر، این راجب سیبلینگ رایولی، یعنی رقابت ها، حسادت های بین خواهر و برادر دقیقا. که چقدر طبیعیه و ایجاد میشه و چقدر هنر میخواد که مادر و پدر از اول این تبعیض رو قائل نشن بین خواهر و برادر، و هر کاری هم بکنن به هر جهت اولاد اول جای خودشو داره، اولاد اوله، اولاد دوم هم سعی میکنه به پای اون برسه، یا اگه در یک جاهایی اولاد اول ضعیف باشه میخواد تو همون نقطه خودشو قوی کنه. مثلا اولاد اول ورزش دوست نداره، اولاد دوم سعی میکنه تو والیبال، تو تیم بسکتبال یه جوری خودشو نشون بده تو همون نقطه‌ای که دو اولاد اول تو اون ضعف داره. دقیقا. یا بالعکس وقتی میبینه توی یه چیزی خیلی قویه، اولاد اول خیلی قویه، اولاد دوم میگه من تو یه چیز دیگه قوی بشم که کامپیت میکنم از اون کم نیارم. این کامپیت های یه کمیش سالمه برای پیش روی، ولی اگه مادر و پدر توجه نکنن واقعا که چه آسیبی میتونه برسونه این تفاوت هایی که بین این بچه ها میذارن، چون اولاد اوله، چون اولاد سومه، اولاد وسط که میشه تقریبا ساندویچ، این وسط میگن بهش لاست چال، این کجا بتونن این تفاوت ها رو
سالم درست بکنن، چون خیلی هاشو آلفرد ادلر که بیشتر راجب سیبلینگ رایولی کتاب نوشته و این کتاباش ما توی فوق لیسانس درس میدادن به ما، این خودش یه پاش تقریبا شل بوده کمی و این احساس اینفریوریتی میکرده. در این موضوع هم سوپریوریتی و اینفریوریتی کلی چپترها هستش که در این باره نوشته، ولی بیشتر نوشته هاش راجع به سیبلینگ رایولی هستش. ما خواهر برادرهایی میبینیم که خیلی هم همدیگر رو دوست دارن، ولی این رقابت و این حسادت در وقتی بزرگتر میشن، صاحب خانواده خودشون میشن، صاحب شوهر و فرزند میشن، توی موارد خودشون نشون میده و تقریبا یه چیز آلفرد ادلر میگه که چیز طبیعیه، چیز نرماله، خود به خود این خواهر همیشه داره کامپیت میکنه با خواهر بزرگتر یا برادر بزرگتر، میخواد همیشه ارشد خانواده باشه، بعد چون به خصوص پسرم هستش باید دیگه همه چی نمبر وان باشه. اینجاست که هنر مادر بودن، هنر پدر بودن خیلی نقش مهمی بازی میکنه و آگاهی که داشته باشن و چطور به اصطلاح بین اینها این تفاوت‌ها رو سالم نگه دارن و از لحاظ مهر و محبت و مهربانی به اینا تفاوت نذارن و این بچه ها کم نیارن، فکر نکنن که مادرمون پسر رو بیشتر دوست داره تا دختر. به خصوص این مسئله توی شرق دختر و پسر بودن، چون پسر هستش یه ذره بیشتر مورد علاقه مادر قرار میگیره. و من یادم همسایه داشتیم که این 4 دختر داشت و یه پسر و این اصلا خودش 24 سالش بود همش و این وقتی دوقلو به دنیا آورد، دوقلو هم شد دختر، اصلا سرش اومد پایین، خجالت زده شد، خدای من چجوری به مادرم بگم که من 2 دختر داشتم با یه پسر، حالا 2 دیگه بچه آوردم اونم 2 دختر. و این شرمندگی که این زن داشت در قدیم، البته خیلی سالهای پیش، همسایه ما بود و ما باید سعی کنیم واقعا این مادرها آگاهی پیدا بکنن که باعث شرمساریشون نشه. البته در سالهای بعد اون مادر پشیمون شد و واقعا فهمید چقدر اشتباه کرده و چقدر دختراشو واقعا دوست داشت و فهمید که این دخترها خیلی هم خوب بودن، خیلی هم سرشو بردن بالا، به اصطلاح باعث افتخارش شدن. ولی خب سالهای طول کشید و این دخترها واقعا احساس مادر رو میفهمیدن که مادر همیشه بی خودی، یعنی واقعا بی گناهانه، اونم نمیدونست، اونم قربونی شده بود خودش، نامنصفانه، ناعادلانه بچه ها رو میگفت شما مثلا دختر اول، پسر اول، پسر بعد دختر. این تبعیض رو من فکر میکنم بیشتر خانواده های ایرانی واقعا بیشترشون مواجه شدن با همچین چیزی که بین پسر و دختر فرق گذاشتن. و این آگاهی که ما مثلا این برنامه من که وایس آف وومن هستش تاچ میکنه به اون قلب هایی که شکسته شدن در اثر اینکه مادر فکر کرد به پسرش بیشتر محبت کرده تا به دخترش و دل این دختر شکسته و همیشه انتظار داشته که کاش مادر منم منو اندازه برادرم دوست داشته، محبت میکرد. تو بچگی این یه کامپلکس ایجاد میکنه، واقعا این عقده تو خیلی از دختر خانوما هستش که مادراشون تفاوت گذاشتن بین برادرشون و خواهرشون. بله انشالله که الان که داره، من امروز شنیدم 85% دخترها دانشگاه میرن. من یادم 10 پیش شیرین عبادی توی استادی گفته بود که 65% دانشجوهای ایرانی ما دختر هستن. حالا من امروز از یه جا شنیدم که 85% شده و این نشون میده که خانم ها دخترها چقدر دارن میرن طرف پیشروی میکنن. میدونین چرا؟ برای اینکه این خانم هایی که الان بچه های خودشون رو میفرستن دانشگاه، خانم هایی هستن که تبعیض بهشون قائل شده، قربونی شدن و مادرهاشون دست نشونده موندن،
تو خونه موندن، مجبور شدن مورد کنترل یه مرد قرار بگیرن که حس کردن خودشون خیلی هم بیشتر میدونن از اون مرد، ولی چون مرد بوده به کنترل کرده اینا رو و باعث پیشرفت اینا شده، باعث شده که این پیرا پیشرفت نکنن. این نسل، نسلای بعدی که داره میاره که الان 20 ساله 30 ساله ها که میرن دانشگاه، برای اینکه مادرهای اینا بهشون ظلم شده، قربونی شدن و پدرهای زورگو داشتن یا شوهرهای زورگو یا یه جوری چیز نتونستن برن دنبال درس و زندگی و به خاطر هدفهای خودشون دختر بودن، به خاطر اینکه زن بودن. حالا بچه های اینا ریبلیس میکنن، یعنی مادرها میگن ببین شوهر تو یعنی این. من یادم مامان من اینه، من میگم من همیشه از بچگی مامانم خدا بیامرزدش حرفای خیلی قشنگش یادم میافته، میگفتش که این به ما یاد دادن که شوهر یعنی خدای روی زمین، شوهر یعنی همه چی، یعنی ما بدون شوهر دیگه هیچی، نون بیارمون هست، خونه نگهدارمون هست، پروتکت ما رو میکنه. اینقدر این تو محک شده بود تو سر مادرای ما که اینا زیرکانه به بچه هاشون که یکیشون من باشم میگفتن عزیزم شوهر یعنی این بازوتو قوی کن، مغزتو باز کن، یعنی برو دنبال کار و پول در آوردن و درس خوندن و موفقیت که دستن دست نشونده نشی. واسه اینی که الان نسل جدید داره 80% خانوما دخترها میرن دانشگاه، به خاطر اینکه همین پرنت مادر و پدرها اینا نسلی بودن که خودشون بهشون واقعا ظلم شده. ولی من در لابلای صحبت های قشنگ شما یک نکته به یادم اومد، اون این هستش که اگر 85% از خانمای ایرانی الان تحصیلات عالیه میکنن، این واقعا جای تشکر داره، جای افتخاره. ولی تقاضای من اینه که در کنار اون تحصیلات عالیه‌ای که میکنید، در کنار اون درآمد کوچیک و بالایی، حالا کم و زیادی که به دست میارید، تلاش نکنید که عمر خودتون رو به اون مبلغ بفروشید. تلاش بکنید که با اون پولی که به دست میارید، حالا کم یا زیاد، برای خودتون شادی، تفریح، لذت و زندگی بسازید. این نباشه که به خاطر اون تحصیلاتی که کردید و به خاطر پولی که در میارید، فقط به خاطر داشتن یک ماشین یا خونه یا زندگی باشه که از لذت های زندگی، از درست زیستن دور بشن. یعنی تو موقعیت ماشینی کنونی خانمای ما فریب اینو نخورن که چون من درآمد دارم، خب این درآمد از کجا میاد؟ این درآمد شما ساعت عمر خودتون رو دارید میفروشید، در واقع کاری رو میکنید، پولی رو میگیرید. و به خاطر اون پول این نباشه که از زندگی واقعی دور بشن. بله، یه نکته به فکرم اومد که چرا طلاق ها خیلی زیاد شده این 20 سال، چرا اینقدر طلاق میشه تو این 20 سال 30 سال، به خصوص تو خانواده های ایرانی ما خیلی میبینیم که بعد از 30 سال ازدواج تازه میان اینجا و طلاق میگیرن. خب درسته، خانم ها میان اینجا تازه میفهمن که با چقدر مثلا دست نشونده بودن، چقدر بهشون ظلم شده و برای خودشون میتونن پیشروی کنن، به هدفهاشون برسن، به آرزوهاشون برسن و میفهمن که با از مردشون زیادم کم ندارن و باعث طلاق میشه. ولی خب یه وقتا زیاده روی از این مرم میشه، یعنی یه خانومی که یک عمری واقعا 20 سال 30 سال شوهرش کار کرده، خونه خریده، زندگی درست کرده، حالا اومده اینجا میبینه با زنه خانوم زودتر بهش کار پیدا میشه، زودتر به میتونه تأمین معاش کنه و این مرد نباید واقعا بذاریم اجازه بدیم به خودمون که به مردمون احساس حقارت پیش بیاد، یعنی کوچیکش کنیم. چون این مرد ایرانی به خصوص همیشه عادت داشته خودش پول در بیاره، خودش دست و جیبش کنه، خودش کرایه خونه رو بده، نونآور خونه بوده یه عمری، حالا میاد میبینه اینجا نیستش، ابا شده بیبی سیتر، شده مثلا خونه رو تمیز کنه، آشپزی کنه، چون خانم داره از سر کار میاد. این خانم باید چقدر دیپلماتیکلی فکر بکنه، به اصطلاح یه سیاست قشنگی هم داشته باشه و زیاده روی نکنه که بگه آهان
حالا ببین من دارم پول در میارم، من شغل خوب گرفتم، من زبون زودتر یاد گرفتم، چون اغلب هم خانم‌ها زودتر زبان یاد میگیرن، چون حالا به کسی نگیم خانم‌ها باهوش‌ترم هستن، زودتر زبان یاد میگیرن، چون سنشون هم از آقایون بنزه 7-8 سال نرماله پایین‌تره. در ضمن اون موقع اون آزادی که میخواستن نداشتن، مادرهاشون هم آزادی نداشتن، اینا میان به یه آزادی اینجا میرسن، میبینن ایوا تساوی حقوق مرد و زن، این انقدر براشون جالبه که من نکته‌ای که میخوام الان بگم که این جالبه نکته یه وقتا گول نزنه. بعضی خانوما یهو به خاطر این که میتونن تامین معاش کنن، میتونن خونه رو بگردونن، مردشون رو کوچیک نکنن، مردشون رو حقیر نکنن، نگن بابا مثلا ببین حالا من کرایه خونه، من قسط خونه رو میدم، من دارم ماشین میخرم، تو نمیتونی، تو پول در نیاری. خب 20 سال 30 سال اون کاری هم که این مرد یا پدر این مرد یا این سلسله مراتب اینها عادت داشتن کار بکنن، نون بیار خونه باشن. اگه مثل اینکه یه ذره یه سنگ تفریح میخوام، چون پنجانیم شده، گفتم اگه میشه بابک خان یه میوزیک ویدیوی قشنگی بذارن از اون ویدیویی که پسر من به تو کشتی رفته، اونو خیلی ها خواستن که یه آهنگ What a Wonderful World من روش زدم. دیگه یه ویدیو دیگه هم آوردم که مرا ببوسه، که ایشون هم اگه بذارن اینا خیلی خوشحال میشم. دیگه یه سورپرایز دیگه هم دارم براتون. من تو ارکستر خانم همیرا بودم سالها و افتخار میکنم از آشناییشون، از اینکه تو ارکسترشون بودم، ویولون میزدم. البته 7-8 سال تموم شده نیست دیگه، ولی خاطرات بسیار خیلی قشنگی دارم از کنسرت ها و موسیقی که با خانم همیرا زدم. امروز سورپرایز دارم براتون، البته ایشون بهترین آهنگ زیاد دارن، اصلا نمیدونم کدومو، ولی یکی از آهنگاشون هم بعدن میخوام براتون بذارم در آخر، که با یه خاطره خیلی خوش یه ذره این برنامه من یه ذره جوسی تر بشه، موسیقیش بیشتر بشه. چون من یه وقت یه خانمی زنگ زد گفت خانم ما فکر کردیم شما چون ویولون میزنی، چون سی دی داری، همش که حرف میزنی، موسیقی تو بذار. گفتم خدای چشم، این دفعه بیشتر میذارم. من یادم یه دفعه رفته بودم لاس واگاس، بعد یه خانومی از اون دور اومد منو معرفی بکنه، یهو برگشت از اون دور گفت این همون خانومیست که ویولون میزنه، خانومیست که ویولون میزنه. من فهمیدم خدای من اونجا سوشال ورکر بودم، گروپ تراپی میذاشتم، یه شغل دیگه داشتم، ولی این خانم از اون دور گفتن اینقدر موسیقی دوست دارین، اینقدر برای شما ویولون اینقدر مهمه. خب من میدونین چون زحمت کشیدم به درس و تحصیلات، دلم میخواد این دوتا رشته با هم بره جلو، میکس بشه. هیچ کدومو دلم نمیاد بذارم کنار. راستش یعنی دوتا موضوع من خیلی دوست دارم، هم صحبت کنم، هم نالجشو دارم، حس میکنم، و هم مورد چی میگه علاقه هم هستش. یکی سایکالوجیه که واقعا دوست دارم از صبح تا شب با این سایکالوجیست های مختلف و توی تلویزیون ایرانی ها، ماشالله واقعا چقدر ما داریم سایکالوجیست های خیلی خوب که اصلا بی نهایت لابد نیاز اینقدر بوده که اینقدر هم میان هستن، و من باعث خوشحالیه واقعا که اینقدر قشر ایرانی فرهنگ ما داره علم سایکالوجی رو قبول کرده و دوست داره و اینقدر نیاز بوده و اینقدر عرضه وجود داره. یکی سایکالوجی رو خیلی دوست دارم، بعد دومی این بود که راجع به موسیقی به من گفتن یه ذره از بک‌گراند خودت بگو. گفتم من جلسه اول گفتم دیگه نباید تکراری کنم، چون زیاد دوست ندارم تکراری. گفتم حالا باشه. میگه من 14 سالم بود توی ایران، بس که عاشق موسیقی بودم، خیلی دلم میخواد خواننده بشم. بعد طبق معمول گفتن نه نمیشه، آخ او خلاصه این طبق معمول. بعد گفتن خب پس یه چیزی رو یاد بگیر. هیچی، خواهر بزرگی من که خدا بیامرزتش، یعنی اون موقع توی شرکت بیمه ایران کار میکرد و منو برد پیش حبیب الله بدیعی، و حبیب الله بدیعی گفت من ذره خوندم براش، خواستم خواننده بشم. گفت برو از اجازهش از مامانش بگیر، من یه دلکش از این درست کنم، چون اون موقعم بوته من دلکش و مرضیه اینا بود.
بعد خلاص اومدیم خونه بوت تبدیل شد، بوت شکستی و یعنی ما مامانم همجین گفت وای خوانندگی اله بله. اون موقع خانم اهدیه خیلی قشنگ میخوندن، اونشون هم من دوست داشتم و اینا، زمان ایشون بودن اینا. بعد مامد گفتش که خب پس برو یه ساز یاد بگیر. خواهر بزرگ من منو برد فروشگاه گلبهار که نمیدونم کجا بود. من گفت چی میخوای چی نمیخوای، فهمیدیم که ویولون خب خیلی عالی و گفتیم ویولون بخریم. و اون موقع من هیچ وقت یادم نمیره بدلم میخواد به همه دنیا یه روزی بگم، چون خواهر بزرگه من اون موقع حقوقش ماهی 300 تومن بود. بله 150 تومنشو نصف حقوقشو داد برای من ویولون خرید که من الان خود روحش شاد باشه، میدونم تو بهشته، چون اینقدر خدمت کرد واقعا. به خصوص من مورد فیورش بودم، منو خیلی دوست داشت و خیلی هم تفاوت گذاشته. البته دیگه اون موقع چیزی زیاد نمیدونستن که نباید تفاوت بذارن بشه بین بچه ها، ولی من بچه فیورتش بودم از بچگی. و من ویولون خرید و من رفتم پیش حبیب الله بدیع توی هنرستان آزاد موسیقی ملی و شروع کردم به نوت زدم. دیگه روزی 4 ساعت وام میستادم، باور کنین پا درد میگرفتم. و ویولون خیلی سخته، یعنی سال اولش هر کسی تحمل کنه صدای ویولون رو سال اول تحمل بکنه دیگه سختش همون سال اولش. ولی مامان من حیوانی تحمل میکرد و دیگه 4 سال تا کلاس تا دیپلم گرفتن من ویولون برام جدی ترین چیز تو دنیا تو زندگیم بود. و بعد از دیپلم گرفتم واقعا خیلی گریه کردم که برم دنبال ویولون واقعا و نرم به سلا انگلستان دنبال درس و دانشگاه و دکتر بشم. ولی باز طبق معمول پدر و مادر، البته پدرم میبونی مظلوم بود، زیاد حرفش چیز، ولی مامانم ماشاءالله مامانم کنترل کننده همه ماها بود، زن با قدرت. و من یه وقتی حس میکنم بچه هم به من میگن تو قدرتت، این زرنگیت قدرتت، این که وانمیستی و همینطور پوشوره پیشروی دوست داری بری جلو، این به مامانم رفته، خدا بیامرزدش. خلاصه ما هیچی دیگه دیپلوم رو گرفتیم و ویولون رو گذاشتیم کنار و دیگه 20 سال گذشت دیگه چپتر بسته شد. چپتر بعدی دیگه شوهر امریکایی کردم توی انگلستان و 3 سال نرسینگ خوندم. و بعد شوهرم امریکایی بود و اومدیم شیکاگو و توی امریکا زندگی کردیم. و خلاصه ورق زندگی بالا پایین زیاد داره، ما عاشق کالیفرنیا شدیم و که ایوای چقدر اینجا لس آنجلس، مجله ایرانی هست، کابار تهران هست، همیرا هست، ایوای موسیقی هستش. دوباره من وقتی اومدم لس آنجلس 27 سال پیش برای اولین بار ویولون عزیزم رو میخوام بگم، ویولون بیچارم رو، ولی نمیخوام بگم ویولون بیچارم چون واقعا بچه‌م عشقمه. بعد از 3 تا بچه‌ام و 6 تام نوه ها، یعنی من 6 تام نوه دارم، فکر نکنین اول زندگیمه، آخرش هم نیست. ولی من دوست دارم اتفاقا اینو بگم، یه ضرب المثل الگوی زنده باشم برای خانومایی که فکر میکنن چون نوه دارن، چون سنشون مثلا دیگه تو 60 و این چیزا هستش، بعد دنیا رو ببوسن بذارن کنار. نه، به خدا دنیا زیباتره، خیلی زیباتره. من این وقتا بین خوب و خوبتر و خوبترین، خدا با بچه‌ام برم لاس وگاس، بیبی رو نگه دارم، برم کنسرت فلان کجا، برم فلان جا، به هم گفتن بیا ویولون بزن، دعوت هم کردن، بین خوب و خوبتر و خوبترین میمونم. اصلا هر سنی میتونه زیبا باشه، واقعا آدم لذت ببر ازش. واقعا باید آدم درک زیبایی رو بفهمه، دوست داشته باشه، بفهمه دنیا. اگه زیبایی رو بفهمیم از هر جا زیبایی رو میتونیم بیاریم بیرون. درست. تو هر چیزی، هر نقطه سیاهی به قول خیلی هم میگفتن مثل ینیان، هر جای هر نقطه سیاهی یه نقطه سفید وجود داره، تو هر چیز سفید هم یادمون باشه یه نقطه سیاه وجود داره. پس هیچ چیزی اون بالا نمونه، چی هم پایین تای دره نمونه، هیچ چی هم بالای کوه نمونه. زندگی یه روز من گفتم مثل EKGه، اینجوری 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 فرزانشی الکتروکاردیوگراف که نوار قلبی، این همطور بالا پایین داره، بالا پایین داره. وقتی اون بالای کوه هستیم فکر نکنیم همونجا میمونیم، وقتی هم میمونیم پایین تایی دره میفتیم، مثلا شکست میخوریم یا زمین میخوریم هر جور، بالاخره
باز بدونیم بدونیم آگاه باشیم که اینجا اینم نمیمونه، این نیز بگذرد. خب موضوعمون هی شاخه به شاخه شد، نمیدونم از کجا بگم. آقای بابک خان ببخشید، یه دونه میوزیک ویدیو خوشگل برای ما بذارید که ما ذره شنوندگانمون اقلا خستگیشون در بره. مرا ببوس، خیلی هم عالی، تحسستون درد نکنه. بینندگان عزیز برگشتیم، تلفن‌های ما هستش، تلفن استودیو هست 818-835-9800 835-9800
استودیو. تلفن آفیس من هست 310-699-9478. خب یک الفابتیک اوردری من نوشتم که میخواستم دفعه پیش بیارم. باز میگم من خیلی مطالب مینویسم، بعد که میام اینجا یه چیزای دیگه میگم، هم حرف تو حرف میاد. اصلا یه کتاب کم کم اینا رو میخوام بخونم، یه کتاب نیستین که. الفابتیک اوردر یعنی ما الفبای زندگی، الف به پتسه تا آخرش. من اینو انگلیسیشو داشتم اینجا، بعد با خودم گفتم مثلا A for avoid learn not be believe in yourself، با گفتم بذار فارسیشو از خودم بنویسم. فارسیشه الف آموزگارت رو دوست داشته باش. شما هر وقت دلت میخواست وسط حرف من پا بر نبیاید. ببخش، بخشنده باش. ما این الف بای زندگیمونو، یعنی به صورت نمیخوام نصیحت باشه، ولی هر کدوم از اینا یه کتابه واقعا که من دربارش فکر کردم خدای راجب پی چی بگم. بودم پشت کار داشته باش، زود جا نزن. ت توانایی های خودت رو بشناس و به کار ببر. این سه نقطه خیلی سخت بود. اسم خودم سرعیاست با سه نقطه است، ولی هرچی گشتم خدای چه نصیحت، چه جمله قشنگ من بتونم بگم که با سه نقطه. بعد گفتم ثبات داشته باش، از این شاخه به اون شاخه نپر، ثبات داشته باش. I hope ثبات با سه نقطه، ایشاله که ثبات با سه نقطه باشه. من با سه نقطه درسته؟ جیم جوابها رو با فکر بده. این خیلی، یعنی شنونده خوبی باش، خیلی مهمه که واقعا یه هنرش، هنر گوش کردن، یعنی نه که فقط گوش کردن، هنر شنیدن. که ما برای این مثلا خود این میتونیم یه کتابه که بچه هامونو اجازه بدیم اونا صحبت کنن. اغلب ما راجع به بچه داری چقدر اینو خیلی مادر پدرها زیاد نمیدونن که اجازه بدین بچه ها صحبت کنن، بذارین اونا جواب بدن، ما شنونده باشیم، فکر بکنیم جواب بدیم. چرا نگو، چاره را دریاب. فکر چاره باش نه چرا. من یادم یه روزی به مامانم گفتم مامان اینقدر چرا نگو، چاره بگو. اصلا نگو چرا این لیوان رو این میزه، برو لیوان بردو بذار اون بعد بگو این چقدر بهتر شد. پوزیتیو ری انفورسمنت توی سایکولوژی میگن، پوزیتیو ری انفورسمنت یعنی خوبی های این بچه رو تشویق کن. نگو چرا اتاقت کثیفه، برو بگو ببین کدوم گوشه اون اتاق کدوم کشو تمیزه، بگو به به چقدر این کشو تمیزه. دست بذار رو زیبایی ها و رو مثبت ها و خوبی ها. اصلا اون بده رو تکرار نکن که این بچه اصلا ندونه، براش تکرار نشه که اتاقشو تمیز نکرده. برو تختشو درست بکن، علکی بگو با تختتو امروز تمیز کردی، کی کرده، چقدر خوب شد، چقدر قشنگ شد، اومدم تو اتاق دیدم تختتو درست کردی. این بهش میگن پوزیتیو ری انفورسمنت. خب من بخواهم با هم حرف بیافتم خیلی چرا اتفاقا نکته بسیار مهمی رو شما گفتید. چرا؟ چون زمانی که آدم تلاش میکنه برای مسائل مثبت اندیشه کنه، عمل بکنه، جایی دیگه برای منفی بافی و منفی انجام دادن نمیمونه و خود این مثبت نگری و انجام دادن مسائل مثبت باعث میشه که دور بشه از افسردگی ها و ناراحتی ها. نکته بسیار بسیار مهمیه، نکته که واقعا من خودم من خط داریم، بزنیم رو خط میریم که بله بفرمایید. سرایا هستم، بفرمایید. الو، هلو، درست؟ الو، بله بفرمایید. نذاری میشه بلندتر صحبت کنین خانم؟ سلام خانم، حالتو خوبه؟ خیلی ممنونم، مرسی خانم. من الان این کانال رو گرفتم، خواستم ببینم این خانم با این گریمشون چه رولی تو این برنامه داره. ایشون سایکولوژیست هستن و با هم همراهی میکنیم، با هم همکار هستیم، تو یه آفیس کار میکنیم و ایشون هم راجع به چایلد دیولپمنت، راجع به فامیلی تراپیست هستن. خودتون جواب بدید. من
عزیزم، اگر از اول برنامه پای خط هستید، طبیعتاً متوجه شدید که ما چه نقشی داریم، چی کار میخوایم بکنیم و هدف اصلی ما این هستش که به تمام هموطنامون به خصوص خانمها آگاهی بیشتری بدیم در رابطه با دوری از افسردگی و مسائل روح و روان، که خوشحالیم که شما تماس گرفتید و برنامه ما رو میبینید. اگر سوالی دارید جواب بدیم، ولی به طور کل ما روانشناس هستیم و در خدمت شما. مثل که خودشون قطع کردن. پای خط هستید شما؟ نه. خب امیدوارم که جوابتون رو گرفته باشید. در ضمن عزیزان، ما 40 تا کانال داریم توی لس آنجلس. اگه تونستین دوین استفاده میشه، لذت میبرین. اگر نه، خب این ریموت کنترلش دست خودتون هست. در ضمن به ظاهر هیچ وقت نمیشه نگاه کرد که ایوا 4 دقیقه مونده. ای وای، من میخواستم موزیک خانم همیرا رو میشه بذارین، من دکلمه کنم این الفبای چیزو، الفبای زندگی رو بعدن میخونم براتون، ولی من میخواستم اوکی. مسافران خوشبخت، کبوتران آزاد، زندگیم جز اینه دیگه، شده یه فریاد. منو با خود ببرید، ببرید به اون دیار، با عشق یار آتش به جونم بزنید. دل شده پاره پاره، اسیر روزگاره، صبر و تحمل دیگه نداره. اون که عزیزترینه، همیشه بهترینه، منتظر من تو اون دیاره. میشه لطفاً من این خطو میگیرم، شما اگه میشه آقای بابک خان، چون وقت نداریم، این آهنگ بسیار زیبای خانم همیرای عزیزم که واقعا از ته دل دوستشون دارم و اعتبار موسیقی ایرانی هستن، اینو بذارین برای ما خانم آقای بابکتر. خیلی ممنون میشم ازتون. من این خطو میگیرم. مسافرای خوشبخت، کبوتران آزاد، زندگیم تو زینه دیگه شده یه فریاد. منو با خود ببرید، ببرید، ببرید تو اون دیار، با عشق یار آتش به جونم بزنید. تو اون دیار، با عشق یار آتش به جونم بزنید. دل شده پاره پاره، از این روزگاره، صبر و تحمل دیگه نداره. اونی که عزیزترینه، همیشه بهترینه، منتظر من تو اون دیاره، تو اون دیاره، تو اون دیاره. احساس دل رو به زبون بیار،
خبر ندارم، منو با خود ببرید 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 تو اون دیار، با عشق یار آتش به جونم بزنید، تو اون دیار با عشق یار آتش به جونم بزنید. دل شده پاره پاره از این روزگاره، صبر و تحمل دیگه نداره، اونی که عزیزترینه همیشه بهترینه منتظر من. من از آقای بابک خان تکنیشین اتاق فرمان خواهش کردم این آهنگ تا آخرش پخش بشه، ولی مثل که وقت نداریم و دو تا سه تا تلفن رو جواب ندادیم متاسفانه. همیشه ما اولش به سختی گرم میشیم، آخرش به سختی میخوایم بیایم بیرون. عزیزانی که زنگ زدن میتونن به شماره آفیس بله زنگ بزنن. هر کی زنگ زد خیلی مجدد تماس بگیرید لطفا، تماس بگیرید با تلفن، من خیلی خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. تا پنجشنبه دیگه شما رو به خدا میسپارم. خوب و خوش و سلامت باشید، در پناه خدا باشید، خدا نگهدارتون. شادی رو از دست ندین، یادتون نره شادی حق انسانه. این اگه ما از بچگی یاد میگرفتیم چقدر خوب بود، احساس گناه نکنیم، شادی حق انسانه.